من فقط از دومینو میترسم، از یه دومینویی که یواش یواش شروع کنم تا برسه به گودی قتلگاه. این من و تو باید اهل سیاست باشیم، دومینوها رو بفهمیم. ما گریه میکنیم برای امام حسین، نمیگیم یه دفعه یه کسانی اومدن امام حسین رو کشتن. یکی از علتهایی که اینا اومدن 30,000 نفر داوطلب، باور میکنی؟ داوطلب اومدن امام حسین رو محاصره کردن، علتش چی بود؟ گفتن ما هر چی خواستیم به علی ابن ابی طالب تحمیل کردیم، به امام حسین هم تحمیل میکنیم، میگیم تسلیم شو، قائله کنده بشه، تموم بشه. عمر سعد که فرمانده این 30,000 نفر بود، تا 3 روز قبل از عاشورا میگفت این شم خیلی شلوغ میکنه، میترسم منو به خون ابا عبدالله الحسین آلوده بکنه. یعنی اصلا فکرشو نمیکرد که این کارو بکنه. یه دفعه امام حسین فرمود کور خوندید که میتونید تحمیل کنید همه چیو، هر چی رو دلتون خواست به امیرالمومنین، به داداشم امام حسن تحمیل کردید، این ذلت هم میخواد به من تحمیل کنی؟ اونا اگه تحمل کردن برای بیداری مردم بود، من اگه تحمل کنم دیگه چیزی باقی نمیمونه، من وای میستم. بابا تو پدرت قبول میکرد ما زور میگفتیم، بله مصلحت بود قبول بکنه، ولی الان دیگه نمیتونم قبول بکنم. یه دومینو بود. کربلا از کجا آغاز شد؟ از اونجایی آغاز شد که ابو موسی اشعری رو به عنوان نماینده مذاکره کننده به علی ابن ابی طالب تحمیل کردن. شما تو مسجد خبر دارید نامه‌ای که امیرالمومنین علی علیه السلام به ابو موسی اشعری نوشتن وقتی ابو موسی اشعری داشت مذاکره میکرد با دشمنان؟ نوشت آیا ابو موسی اشعری، تجربه، نه ابو موسی اشعری رو به خدا دعوت کرد، نه از قیامت ترسوند، نه به خودش دعوت کرد، نه دعوت به انقلابی گری کرد، هیچی. فرمود ابو موسی اشعری تجربه، تجربه به تو چی میگه؟ بعد فرمود ابو موسی اشعری کسی که تجربه رو بذاره زیر پا شقیه، شقاوت داره. یعنی تو که تجربه کردی اینا دروغ میگن، تو که تجربه کردی اینا سر پیمانشون نیستن، تو که تجربه کردی اینا اینجوریان، اعتماد نکنی یا به تجربه خودت اعتماد کن. بابا تجربه خودتو زیر پا نذار و الا شقی هستی. نگفت ولایت من، نگفت قرآن خدا، نگفت قیامت خودت، گفت تجربه. امیرالمومنین فرمود کسی که به تجربه بی‌اعتنایی کنه شقاوت داره. با من به چی دارم میگم؟ ابو موسی اشعری احمق بازم به امرآس اعتماد کرد. امرآس بهش گفتش که خب بیا هر دوتا خلیفه هامونو خلع کنیم جلو مردم، بعد مردم برن یکی دیگر رو انتخاب کنن، حالا که ما توافقمون نشد، این راه میانه است. ابو موسی خام شد، احمق شد، گفت باشه، دوباره اعتماد کرد به امرآس. امرآس اومدن، ابو موسی گفت اول تو برو خلع کن معاویه رو. گفت شما احترامت به من واجبه. ابو موسی گفت من علی ابن ابی طالب رو خلع میکنم از خلافت، همونجوری که این انگشتری رو در میارم. امرآس رفت بالای منبر، گفت منم معاویه رو بر خلافت نصب میکنم همونجوری که این انگشتر رو میذارم. ابو موسی گفت تو قرارمون مجلس به هم خورد، نتیجه مذاکره میشه.